میخوام بگم که ببینید از یک کشوری که به هر حال در حال حاضر ناامنی هست، قطعا کسانی هستن که بتونن به یک موقعیت خوب، به یک نقطه‌ای که واقعا باعث افتخار یک کشور باشه، چه از نظر ورزشی، چه از نظر تحصیلی و اینها، خیلی میتونن کاری کنن که دیگه به هر حال خودت میدونی که در وجودت چی میگذره یا چه کارهایی از دستت برمیاد. فقط کافیه که قدم برداری، دنبال بهونه نگردید. حتما یک موفقیت خیلی بزرگی در جامعه و کشور افغانستان میتونن داشته باشن عزیزان. خیلی حسش خوب بود. سلام عشقا، حالتون چطوره؟ امیدوارم که حالتون عالی باشه. خوش اومدید به این ویدیو. پریسا هستم در چنل پریفان. مرسی که دارید منو نگاه میکنید. بچه قراره بریم یک ویدیو ببینیم خیلی جذاب از عبدالاحد مؤمن که اولین فضانورد افغانستان هست که به فضا رفته. امیدوارم که لذت ببرید، خیلی برای من جذابه و انشالله که تا آخر ویدیو با من همراه باشید. اگر دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید. لینک اصلی این ویدیو هم در دسکریپشن هست، حتما برید اونجا ببینید، حمایت کنید. قربون شکل ماهتون، ماش به کلات. حاضرید؟ بزنید بریم. لینک. این البته راکتی است که در بایکانور است، در روز روز فضاپیمای سایوز تیم 6 است که توسط از او عبدالاحد مؤمن همراه لیاخوف کماندان خود سفینه بود و همچنان و این عکسی را که میبینید دکتر صاحب نجیب الله فامیلای اردو که هانورد در قصر دروکشا است در ارک خواسته و اوشا البته با اونا ملاقات داره. دکتر نجیب عزیزم روحشون شاد، رفتن و یه جوری انگار استقبال کردن ازشون. در ارک خواسته و اوشا البته با اونا ملاقات داره. یم فکر میکنم وقت هاییست که ما در قندهار بودیم به صفت قماندان غون در مو رتبه ای که بودیم با مو رفته بودیم. بسیار خوب. چه خوشتیپن، خیلی خوشتیپن. بروت ها رو ببینید. صفت قماندان غون در مو رتبه ای که بودیم با مو رفته بودیم. بسیار خوب. یک سایز داره. یم البته در بایکانور است. پیش از پرواز که میرن اگر نوردا باید برند یک بایکانور، در چند روزی که در اونجا میباشن باید قرنطین باشن. قرنطین از نگاه صحی در اونجا میباشن، ترم میکنن، باز روزی آمادگی و پرواز میرن. بسیار خوب. این وقتی است که بعد از پرواز است عبدالاحد مؤمن با قماندان عمل دست چپی که قرار داره، بسیار خوب، پرواز ختم میکنن و ما هم در شارک ستارگان در اینجا. بسیار این در شهرک ستارگان است، بعد از ختم پرواز موفقانه عبدالاحد مؤمن است. این از سفر بازگشته بودن؟ این بعد از گشت سفر است که در اینجا سفارت دولت افغانستان. خیلی هیجان انگیزه ها، مثلا بری استقبال یکی که از فضا اومده. نهایت اون احساس بچگی که ما برای استقبال یک نفر میرفتیم، خب یک عزیزی از خانواده و یا فامیل مثلا سفر به مکه بود که خب بزرگترین سفر برای کسانی که حج میرند و همیشه آرزو دارن دیگه، یا کربلاست یا مکه. ولی خیلی جالبه، خیلی هیجان انگیزه، خیلی بزرگه این سفر. آفرین. بعد از ختم پرواز موفقانه عبدالاحد مؤمن است. این از سفر بازگشته بودن؟ این بعد از گشت سفر است که در اینجا سفارت دولت افغانستان در اونجا و دیگه مردمایی که در روژا قرار داشتن در خود شارک ستارگان است بعد از ختم پرواز. البته در این فکر میکنم گریمیکو است، در وقت ریاضم بود که ما مدال دوستی خلقا را تفویض میکنه. یا ریشکوف بود فکر میکنم، گریمیکو هم بود و ریشکوف صدر اعظم بود در روژا. و یک فنگ شکاری هم در اینجا تحفه میتن به طور تحفه، فنگ شکاری که واقعا توسط دست ساخته شد، بسیار قسمت های از او از نقره بود و دیگه. یه هدیه بهشون دادن که اسلحه بوده، تفنگ بوده و دست ساز که خیلی ارزشمند بوده. برای کسی که از فضا میاد چی باید ببریم؟
اکسیژن. نمیتونم باله، تا حالا پیش نیومده برامون. چه حس جالبیه، خیلی حس باحالیه. کم پیش میاد، اصلا کمیاب آخه. فنگ شکاری هم در اینجا توفه میتن و طور توفه فنگ شکاریه که واقعا توسط دست ساخته شد. بسیار قسمت های از او از نقره بود و دیگه یه مو محفل است که در خود کرملین هستی. دیر خدا اگه وقت خبر دیری خطره هم پزه هنو که ولاره مثلا در تصویر نمو چول در دیری خطره زرندی سی بیوال گیره چی اگه هم مکسر شدید وی در قصر دلکش هاست که رئیس بی جمهور ما و شما دکتر سید نجیب الله خدا مغفرتشان کنند در مروز است که نشان خورشید آزادی را تفویض میکنه و همچنان رتبه جنرالی را درجه و بلاد مومن و ما و کیهانوردای که با ما از اتحاد شوروی در اینجا آمدن برای از اونا البته واضح توایف و مدال های برشان تفویض میگردن. البته بچه این خانومی که دارن مصاحبه میکنن یکم تأیید کردنشون مثل منه، منم صحبت که با هم میکنن نمیگم خب بعدش برو سر صحبت بعدی. الان خانمم شبیه من داره میگه مدال های برشان تفویض میگردن. البته این وقتی که دکتر سید نجیب الله در سال 66 سفر به اتحاد جماهیر شوروی داشت، اولین مفکورهش بعد از ملاقاتی که با گورباچوف داشتن تانستن به شکل سمبولیک همون دوستیه که در با اتحاد شوروی در او وقت بود یه دوستی رو به فضا انتقال بدن. بنان یه البته در جایست که ما در داخل خود وطن ما هستیم، در اینجا در بعضی مؤسساتی که دیدن شده فکر میکنیم این در شهر عدیسه شوروی است، محفل افغان ها هستن که در روز در این محفل اشتراک کردن. دیر کن ماشالله. پس و هم خیلی هستش قشنگه، خیلی باحاله. یه نفر رفته فضا بعد برگشته، بعد چقدر تقدیر کردن. میکنیم این در شهر عدیسه شوروی است، محفل افغان ها هستن که در روز در این محفل اشتراک کردن. دیر کن ماشالله. پس و هم ای کلیموک و مرک جنرال کلیموک آمر سیاسی مرکزی آمادگی بود در او وقت که با ما می آجای زندگی میکردم. اونم میبینیم بعض شخصیت های کلانی از دولت و تماما اعضای بروی سیاسی در وقت دولت که ما داشتیم و این بریزاوی است که قماندان عمله با ما بود و پشت سر ژورنالیست های بودن که از خود بخش نظامی بودن. یه فکر میکنم اونو دکتر سه با تاسف خدا مغفرت کنه میبینی سوهیلا را در او وقت حال با تاسف که با حالت است که کسا نمیشناسه در 400 بستر این در محفل بود که در 400 بستر بود. خیلی خوش دیگه ده هم تا سرالیگن در این هم توفایی است که هر جایی که محساطی که در داخل کابل هم دعوت میکردن و توفاهای هم بود و طبعا کلگی علاقه داشت. بیادر دلی هم اقا دو گروپون چول طول تار کول که دل افکانات نه ما دو نفر ما بودیم مومن سبتا دو نفر سین کیهانوردای خود اتحاد شوروی در او وقت بود که برای از او هم این چیز هر جایی که می رفتیم قانونشی بود. بعد از ختم پرواز چند شهری را در اتحاد شوروی ما انتخاب میکردیم که باید ببینیم و واقع با ما آمده بودن یک هفته اونا با ما در اینجا بودن. تاسو چه اخوات اطلاعی یعنی کارنو با متاکل التا با میل مستیوی چه بود؟ بله. بچه من سوالاشون رو متوجه نمیشم ولی وقتی جواب رو میشنوم دیگه متوجه میشیم که سوالشون چی بوده. جالبه که پشتون میپرسن فارسی صحبت میکنن جواب میدن. اینکه باید ببینه و واقع با ما آمده بودن یک هفته اونا با ما در اینجا بودن. تاسو چه اخوات اطلاعی یعنی کارنو با متوکل التا با میل مستیوی چه بود؟ بله بله هم دسته اول اقیه مون سر دل تر اقل که هنوردان شوروی بیا مون لارو بیل تا شوروی تا دل تا چه کاری بود با من کردید؟ همین الان خوشحال بودم که حداقل میتونم جوابو بفهمم چی شد؟ بله بله هم دسته اول اقیه مون سر دل تر اقل که هنوردان شوروی بیا مون لارو بیل تا شوروی تا دل تا طول ما دکتر سیب نجیب الله فکر کنم دکتر سیب دی دا کلیموک و امر سیاسی مرکزی آمادگی و دا هم ده اکادمی علوم شوروی نو و دا هم ده اکادمی علوم
قصر دلکشا دست در قصر دلکشا دفتر دو دکتر سب دیم دیر که نور شیان آقا وقت هست خونه و نور دوستان توی گیجا سب دیم که داد بروی سیازی ازاده ماشالله نو دا تاسو زمونږ ویار یاست چې زه راته تاسو پیژنې او ته داد ما مور واس خدای وبخي واس نس متوجه نشدم اصلا این قسمتش رو، ولی خب داریم دکتر نجیب رو میبینیم که الان اومدن و اون عزیزانی هم که توی اون سالن و قصر هستن، خب نمیدونم میزبانن چی هستن که دست میدن به همه و خوش آمدگویی میکنن. دست از منگویار یا چی؟ زیر تاسی پیجنی رو ته داد ما مور واس خدای و بخی واس نس. قماندان سه مدافع اکا نومی آوردیلی وی اگا قماندان و دلتا موزیم زی فکر کام پا وزارت دفاع کفت تا کیجی بیتا سوی مل مکری وی او چی شد؟ وزارت دفاع رو فکر کنم افتتاح کردن به دست عبدالعهد مومند، فامیلشون سخته، مومند آوردیلی وی اگا قماندان و دلتا موزیم زی فکر کام پا وزارت دفاع کفت تا کیجی بیتا سوی مل مکری وی او دیر که او موزیم دید او آثار نشته هیچ شایل تا پات نده تصف سر او بلسن لمنزه تلیلی دی دارن سب داره توی چه دقا وقت نتردی ما حالا پوری خود دیر تکرات را غلیده باید سه نور روشی چی بیر تا دقا سی ورق اول شی پدی برخی دیره کار روشی تکشتا سو هم مسلکی زدکر کریم پدی برخی کسا سپو هوای تجربه هم دیره دا آقا تاسی پیشی تا جنگ شما میفهمین که من همه بدبختی یا جنگ است با تاسف که افغانستان 40 سال می قربونت برم خوب شد بچه ها یکم پشتون بود یکم ولی خب یک کوچولو آدم میتونه متوجه بشه چون اکثر کلمات به گوش آشناست. خب الان بریم ببینیم جواب چون یه تجربه هایی شنیدم عکس ها رو دیدید بریم فضا عکس بگیریم خیلی خفنه شما میفهمین که من همه بدبختی یا جنگ است با تاسف که افغانستان 40 سال میشه که در جنگ در آتش جنگ میسوزه بنان تا وقتی که جنگ باشه ما هیچ چیزن به برنامه چه اقتصادی باشه چه اجتماعی باشه چه علمی باشه ما نمیتونیم به شکلی که پلان داریم به او هدف خود برسیم بنان گل گفتنا آفرین ولی باز هم توی این شرایط بوده که عبدالعهد عزیز این اتفاق واسه شون افتاده نمیتونیم به شکلی که پلان داریم به او هدف خود برسیم بنان اول باید ما در افغانستان جنگ ختم بکنیم کتابه تانیم به او پلان هایی که وجود داره به او پلان های خود برسیم البته این وقت پرتاب فضاپیمای سیوز TM6 است که پرتاب میشه از بایکانور بیاد چون برای وقت که در زمکی نفضا تطلی؟ آقا خب ورز نه 3 دقیقه تا 3 دقیقه آقا خب زمای ارده خب آقا عبدالعهد مومند او خپل ملګری هلته پاتې شد در میدان دی هوایی دی چی کلا که مون بیرته راغلو افغانستان تا پرتابه تا برسه 3 دقیقه است شد دا میدان دی هوایی دی چی کلا که مون بیرته راغلو افغانستان تا وګوره آقا وقت میدان دی هوایی اوس وګوره سمره نظم و سو کالا تیر شوه دی برگشتن بچه یادتونه عزیزان که از حج برمیگشتن صلی علی محمد حاجی ما خوش آمد می اومد تو ذهنم ایشون داشت از هواپیما پیاده میشد و چیزی که جالبه و راجبشون خوندم اینه که خب الانم فکر کنم گفتن که قرآن کریم رو با خودشون بردن در فضا اولین عزیز کشور افغانستان که به فضا رفتن و کتاب قرآن رو هم با خودشون بردن و اونجا پشتون هم صحبت کردن دیر که بوده هم تاسو د پرواز څخه بیرته راغلي یاست که د شورین بیرته افغانستان ته راغلو اول رالو ډاکټر صاحب نجیب الله دا ټول خلک لري چې د میدان هوایي تر ارګا پورې د سرک دوه غوړې ته او ټول خلک دي دیر که از عزیزانی که اومده بودن در فرودگاه
در میدان هوایی بودن تا صف بسته بودن تا توی خیابون‌ها و تشویق می‌کردن. آفرین به این مردم. سرک دو قاره تام تول خلق دی دیر که بچه های مدرسه یعنی انگار چه استقبال که تر ارگا پوره نو چه سمرا خوشایند وقت بگو تاستا چی کنه با پزان رفتی چی بیر تا تشویقی بودی و حسش خیلی خوبه بچه ها و فقط یوازینه شای چه من کولاشو چه بیرتا خپل اقتصاد روش ورکو تکنولوژی تا روش ورکو آقا امنیت صلح دی انشالله ما هم بنده هیلیو و مطمئن هستیم که صلحی که از طرف دولت اسلامی افغانستان آغاز شده به نتیجه برسه و بتونه مردم افغانستان جوانای آینده افغانستان بتونن در یک صلح صفا زندگی بکنن بنده هیلم و اصلا وطنجار صاحب دی خدا و بخی آقا دی پروژه شمشاد په نوم دا یاده ده ده پروژه هغه رئیس و ده پروژه رئیس وطنجار صاحب و دیر که ده فکر کن بیرته سفر ته تللی است بیرته مونږ لاړو هغه ته شوروي ته هغه ده یو هغه راتګ و ده چقدر بچه ها دعوت های مختلف شکل گرفته و هدیه و استقبال و جشن و اینها دیر که د فکر کوم بیرته سفر ته تللی است بیرته مونږ لاړو هغه ته شوروي ته هغه دا یو هغه راتګ و دی دلته راغ بیرته لاړو د فکر کوم چې ده کوم ښار کې دی زه نه پوهېږم دا اکادمي علوم و محسیني صاحب شاید دا ادیسه دی ده زمونږ محصلین و په اوکراین کې اوس یا دا اوکراین که عزیزم خیلی قشنگه هم گل روی سرشون ریختن هم جلوشون رقصای محلی کردن اکادمی علوم و محسینی سب شاید دا عدیسه دا دیمون محسلین و پاپا اوکراین که اوز یا دا اوکراین که افغانان را تو شویدی تا سنشن دیر که اوکراین هم رفتن آره خود دویا افغانستان د پاره دیر یا غشه بود دو بیار زید اوز هم زمک بیار دیست چه از تاس پشتون بنده دیر خوشحاله یستو دا اولین و دماش راست خود اقا کماندان ده مرکز بود محسینی صاحب اقا کماندان اقا و رئیس ده اکادیمی علوم و اقا وقت کرد دیر هم تو کم پوش روی کده شد تاجیکستان که بی وای چه خانم خوش اوکراین که واقعا رواج با اوکراین که دیده چه اقا هی میخواستم میگم بچه کاش بودن میدیدیمشون یا یه تصویر کوچیکی داشتیم ازشون خانم چه اوکراین که واقعا رواج با اوکراین که دیده چه اقا مالگا دوده ای را بید نمک و دوده نان و نمک دیر که دیر زیاد تمال نکنه تاس خواهد چرا اغلی خوالی انزورون محمول که اغا وقتی مگنو در میلی ارشیف مداده بودی به خوالی انزورون و تاسو در کارو سخه خوشحال شم چی تاسو بیا هم زمک بلنه مو من الله مکتا مویارده و بکر چرا اغلی خبرونی تا پاتی خبر و پیغام و دوستان تصده خوشحال شدیم اومدیم به برنامه و مرسی از توضیحاتتون اگر صحبتی سخنی چیزی دارید که برای دوستان پریفام بگید خب بفرمایید در خدمتتون هستیم تشکر از شما که واقعا دوباره این موضوع را از تلویزیون ملی بسیار هزار سپاس میکنیم که دوباره تانستن که همین موضوع تاریخی واقعا یک افتخار تاریخی ما برای یک مقطع خاص کار نکردیم تبع افغانستان بودیم برای ملت افغانستان یک افتخار خاصه بود یگانه پیام ما این است که اول به کسایی که واقعا در حدود چندین سال از می جنگن بالاخره به خاطر وطن خود فکر بکنن که تا چه وقت ما بتانیم این جنگ تا چه وقت افغانستان قتلگاه مردم افغانستان باشه بنان یگانه آرزوی من از تمام مخالفینی است که بیان به دور میز مذاکره تا بتان افغانستان تمام جناهای درگیر بتانن
برای فضای صلح آرامش و بتونن افغانستان از این وضعیتی که فعلا قرار داریم به طرف ترقی و پیشرفت و تمدن پیش ببرن. ان شاء الله. امیدوارم. تشکر دی تاسو هم دیر من نه. شونده واسه. ما هم همینطور. واقعا یک برنامه خیلی خوبی بود که مدت ها از این سفر خب گذشته بوده و گذری کردن به تاریخ و این برنامه رو ساختن، خیلی هم جذاب بود. میخوام بگم که ببینید از یک کشوری که به هر حال در حال حاضر ناامنی هست، قطعا کسانی هستن که بتونن به یک موقعیت خوب، به یک نقطه‌ای که واقعا باعث افتخار یک کشور باشه، چه از نظر ورزشی چه از نظر تحصیلی و اینها، خیلی میتونن کاری کنن که دیگه به هر حال خودت میدونی که در وجودت چی میگذره یا چه کارهایی از دستت برمیاد. فقط کافیه که قدم برداری، دنبال بهونه نگردید. حتما یک موفقیت خیلی بزرگی در جامعه و کشور افغانستان میتونن داشته باشن عزیزان. خیلی حسش خوب بود، باورم نمیشد، ولی خب خیلی حسش قشنگ بود. بعد بگردیم ببینیم از عزیزان کشور تاجیکستان، کشور ایران اگر هستند، که یک ویدیو هم برای این عزیزان درست کنیم. عبدالاحد مؤمن، اولین عزیزی که رفتن به فضا از کشور افغانستان، خیلی هم قشنگ. مرسی که تا اینجا با من همراه بودید. قربون شکل ماهتون، ماش به کلاتون. تا ویدیوی بعد، بای بای.